روزنامه اوکاز عربستان سعودی از قول مقاومت ایران نوشت رژیم آخوندی سرنگون خواهد شد و آلترناتیو آماده است. محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران تأکید کرد رژیم آخوندی سرنگون خواهد شد و آلترناتیو آماده است و آینده متعلق به مردم ایران می باشد. وی طی مصاحبه ای گفت ایران کنونی با یک شرایط انقلابی، خیزش و قیام مواجه است. وی تأکید کرد قیام مردم ایران که از کارگران و کشاورزان و رانندگان آغاز شد در گوشه و کنار میهن ادامه پیدا می کند. محدثین گفت ایران به شرایط قبل از قیام دسامبر گذشته بر نمی گردد و همانطور که پرزیدنت اپوزیسیون خانم مریم رجوی گفتند این قیام با وجود اقدامهای سرکوبگرانه و فشارهایی که رژیم می آورد و با وجود همه توطئه‌ها نه متوقف شده و نه خواهد شد. وی تأکید کرد قیام سراسری در ایران با وجود افتخیزها و شرایط سرکوب و فشارهایی که رژیم اعمال می کند به طرق مختلف ادامه پیدا کرده است. کانونهای شورشی، شوراهای مقاومت، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادی بخش با تمام قوا دستندرکار به راه انداختن یک قیام بزرگتری هستند که برای همیشه به این وضعیت و دیکتاتوری سیاه که 4 دهه است مردم ایران و تمامی منطقه را به خاک و خون کشیده است پایان بدهند. مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت خاطرنشان نمود گردهمایی سالانه مقاومت که در پایان ژوئیه جاری برگزار می شود می‌خواهد این پیام را به جهان بدهد که این رژیم سرنگون خواهد شد و آلترناتیو دارد و آینده از آن مردم ایران است. محدثین تأکید کرد این رژیم آینده‌ای ندارد و در آستانه سرنگونی است. وی تأکید نمود ایرانیانی که امسال در گردهمایی سالانه مقاومت شرکت می‌کنند نمایندگان واقعی مردم ایرانند و تمایل مردم ایران را بازگو می‌کنند. او جامعه جهانی را مخاطب قرار داد و گفت آینده ایران از آن این مقاومت و از آن مردمی است که این روزها در خیابان‌ها هستند.